Qur'onam surai hujurot dorin. Aslan Qur'on ixnun az 114 surai borate. Bishtara 6000 oyat doro. Oyatish begim va hisobi tari agar sodakin jumla. Ana ko dar hamin misol oyatoy Qur'on mega Ya ayyuhallazina amanu jtanibu kathira min az-zan. Zan inna ba'da zani ism. خدا میگه ای کسانی که ایمان دارید ای گمانهای بسیاری بد پرهیز کنید زیرا بعضی گمانها گناه های اکه در هر آدم هر گمان پیدا میشه وقتی منم توده مردم مقصد نزدی همون مغازه ها دیدم یا نزدی مثال بازار ها دیدم حقیقتا گمان یک من گمانی من میشود که خطا باشه گمانی من میشود که ثواب باشه لیکن من در بسیاری از مرکو بعد همی توده مردم قطعی که همنشینم روز و دعوتی میشیم من همی قید کردم که خیلی از چند جهت این از چند جهت بود من همو چیزش که با مناسبی ممکن گمانی شما باشد که حقیقتا در همین حالت همو اعتقادی که دعوای اعتقادی که بود کو در دین همین معلوم کرد که همین مردم در همو اعتقادش همو ثابت قدم نبودن او خدامانده میگن که انا همه کروش میگن حسابی که رویاکیه یا خسکیه انا می رویاکی و خسکی در همین جا اثبات شد که همین مردمی که اگر پرسیش به دهن میگه که رازقم الله های خب ولی در همین ناباوری خچا اثبات کرد که یعنی تو دعوت مقصد پایا نداشته بی پایا بودست برای همین مردم فکر میکنم که آگاه کردن در کورای مردم انکه همین چیز هم اثبات کرد که مردم ما در همه حالت اولی تیوری نداشتهاند نه تنها برای یک شکمش برای یک بی‌ثباتی هم میشد است که یوره استفاده بردن یک توده اینم یک توده گوسفنده روز یک برنامه را در رادیو زودی دیدم یا که در فیسبوک دیدم یک خر پیش رفته است ای پیش قریب 2000 گوسفند پیش خر رفته است ای قفوش گوسفند بود جنای سند است که خلاصهاتونو برورین خیر کس بنویسه یک کامنتاریه لیکن گپ در همین که همین توده گوسفند بدن همین مردم امروز معلوم کرده که همین یک توده گوسفندن نه در این طرفش مستحکم بوده نه در این طرفش البته این همونه که به هنگامه دو بله همونه که بله بود آدمایی بود که حتی مقصد انا در همین مسئله اگرچه اعتقاد دینی هم که نداشت من با او هم صحبت چیدم همین گفتن من در بفهمی و بیعقلی هم یا حیران شدم آدمی که اولی نداره هیچی نمیگه رازقی من الله های با آدمایی که دعوای رازقی الله را داشتن با اونها خندیدن برای همین خیلی که این حقیقتا این عقل و این شورنوکی اکه با دیندار و با بیدین و با سگی ندارم لیکن همینجا من همیشه احساس کردم که همین مردم بسیار خون بدهن اعتقاد هاشون هم ولی ناکامل بده است خلاص اکه این را نمیشود که همیتا گذاریش باید دم بیده آدم باید یک فکری کنه باید یورا یک مقصد آماده کدن در کار که در همون اعتقادت باید تو استوار باشی آخی من همین را میگد بدیل یک مصروی زیبا دارم میگه رزق را روزی رسان پر میدهد رزق را روزی رسان پر میدهد به مگس هرگز نماند عنکبوت پرش میته الله هم خیلی قدرتی داره که رزق پر میته پریده میرن اونجا عنکبوت میخرش اگر نه عنکبوت
همو طاقت و همو قوت داره؟ نداره. پریده سر کنه. او لیکن خودش پریده می روه. ما اگر به همین مصره های بیدین هم حتی تکیه کنیم، برای همین که ما کفیه همین. بعضی با فکرهای دیگر هم هست، لیکن ما در همینش جوی خودشه همین حلش همین هم من فکر میکنم. باید یک مسئله اینترنت بسیار موردی وای شد. بحث قرار گرفته، بعضی با هر علمای اسلام رفت شدن. خوبه که مثلا در صحیفه های پیدا شدن موی های قرشون دیگر دیگر. البته این ما میدانیم که همش دروغ بیش نیست. حتی وای خارجی هم من از صحیفه های فیسبوک دیدم که دملاوی سنی مذهب ایران هم به این پیدا دادنیم که از افغانستان همسایه ما. ولی خود قرآن شفا است. خیلی که خود در قرآن هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ننزل من القرآن ما هو شفا و خواندن قرآن خودش با فکر من که همین ویروس و دیگر و دیگر چیزا را دور میکند. شما با همین شخصیت هایی که خیلی شوکه هم خیلی دروغا را فهم میکند چی مراجعه دارید؟ من سه روز روی هم راستی بیشتر 90 فایدش زن ها بودن، زن بزدن. فقط همین باب دایی من سوال کردن. اخیر نشد نسبت دادم به دامدار حکمت الله غرمی. من برای اون که خیلی مقصد یک جوابی برای خودم باید داشته باشم، اگر چندی من قبلا جواب ها را دادم، همین چیز کم ترک مانا به هر حال فکرامونا گفتیم جمع کده نتونستم. در او بعضی همو مخلصا و محبای حضرت ده همینجا زنگ زدم گفتم پرسین که همین تو چه اندازه همین کار حقیقت داره که همین مردک به همون نسبت دادیستم. برامدن که گفت هست که من مقصد در این کار هیچ با ما وابستگی ندارم. از امیلیاز با ما چند قدر با بگیم چی ترشیدیم ده. برای همین این کار دروغ بوده که داملا هم نگفته هست. حتی همو گفتی شما خیرشاهی هم از مثال ملک ایران هم یک برنامه ویدیویی داد که همین را در من نسبت دادن. یک عربی دیگه برآمد کرد گفت در من نسبت دادن که حتی امروز دردی جهانیش اعلان کردن که همین ویروسی که بیم تمام دنیا را در لرزه و در تکان در آورده است. برای شما یک گوشتر دارم که هم جناب امام بخاری هم جناب امام مسلم با روایت عبدالرحمن ابن عوف با روایت اسامه ابن زید حدیث برای ما گفتم برادر عزیز که ایزا سمیعتون بیهی در بعض حدیث ها و چند زید ایزا سمیعتون تاعون بی عرض فلا تدخلوها و ایزا وقع فیه و ایزا وقع فیه و ایزا وقع و انتون فیه فلا تخرجو منها. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن هرگاهی که طاعون یا همین وبا یا همین ویروس بودیم در کدام سرزمینی که اگر داخل شد شما حقی اونجا داخل شدن ندارید. و هرگاهی که برادران عزیز شما در همون سرزمین باشین و این بیماری آمد حقی از اونجا بیرون شدن ندارید. یعنی 15 عصر پیش سخنی پیامبر نازنین مون که قرنطین میگیم همون زمان برادران عزیز ایره حضرت اعلان کرده بود. و اصلا همین واقعه هم در زمانه خلافت حضرت عمر که در سرزمین شام سوریه امروزه که او وقت رهبر این مملکت به ابو عبیده ابن جراح بود، حضرت وقتی خواست وارد همون شهر شدند آگاهش کردند که همین بیماری در داخل همین سرزمین هست. حضرت داخل شد گفتن حضرت ما را گفته بودن که در سرزمینی که این درد باشه شما داخل نشید. گفتن حضرت بیسی همین روزه ساده های ما من دیر روز بعضی برنامه را تماشا کردم وقتی که میگن برای همین ویروسی آمدگی خب چی ها باید کرد؟ میگه این همه این گپ
همه این گه پای نصیب و دباشه میشه، نصیب و دباشه نمیشه. برادران عزیز و گرامی، این گه پای درست همه این نزد الله هست. حقیقتا و مقدرات ما هست، در تقدیر ما هست. ولی این توکلی بی پایه و این توکلی ساده، برادران عزیز، این گناه باید که ما انتخاب نکنیم. حضرت عمر بینید که وقتی چقدر برای او همون جمع حرکت ها شد که داخل شد، حضرت داخل شد. گفتن بسطا از قدر الهی میگریزی با برید افیر و می قدر الهی یا قدر الهی میگریزم از قدر خدا و سیب قدر خدا. همین بریختان و مقصد از قدر خدا خواهی نیست. زیلی هاست امروز برادران عزیز و گرامی، این بعضی گفه آمد است که با این مسلمان ها نمیگیرم. این گفه همه برادر عزیز یک گفتیستم که یک درد جهانی، یک دردی که الله مهربان از نزد خودش از هیچ کار به اراده خدا رو میشنه. ولی این خیلی نسبت دادن که حاضر در سعودی هم مردم به همین بیمار مبتلا شدن، خب در اکثر دولت های در عراق هم مبتلا شدن، در بسیاری از دولت های اسلامی مردم مبتلا به همین بیماری شدن. زیلی هاز برای ما مردم مسلمان برادران عزیز، همین اشاره که پیامبر نازنین کرده است باید که ماها از این پیگیری کنیم. برای پیشگیریش هر چی لازمه کردن در کار. ولی اگر به شرطی که الله مهربان ارادش برای همین رفته باشد که ما مبتلایی شویم، برای حرکت هایی که کردیم و ثواب میگیریم. لیکن اگر نکردیم و بگیم ای همه از گفت باید مثلا این روز طبیب این روزه را بینید، طبیب در شریعت میگن اگر بگن از همین حرام استعمال کن خوب میشه، میگن گفت طبیب را گرفتن مباح های بخواه همون را. زیلی هاز همین روز برای پیشگیری همین هر چیزی که هست برادرها شما بکنید. این خیلی ممکن نیست که من بگن همون جا اگر باید تو بیمار میشه اینا من میرم که میبینیم چیزی که شود. این برادرهای عزیز بسیار یک حرکت نادرست هست، بسیار یک اعتقاد خطا هست. شیخ سعدی را خدا رحمت کنه میگفت که ریس اگرچه بیگمان برسد، شرط عقل است جستن از درها. کس به اجل نخواهد مرد، تو مرا بر دهان اژدها. ریس بیگمان نرسد. الله خودش گفته است ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، من کفیل ریس قانم. ولی برو ببین چی میگه، فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله، نماز قبول کنی پریشان شد در روی زمین، طلب رزق حلال کن. نمیگه بعد نماز بشین حاضر میسول یک سبتبار و پیش همیه، نمیگه کن حرکت کن، میگه مهنت کن تا که رزق میسول به دست دیو. برای این برادران عزیز و گرامی این میگه رزق اگر چی بگمان برسد شرط عقل است جستن از درها. کس به عجل نخواهد مرد، تو مرا بر دهان اژدها. لیکن هیچ کس به عجل نمیبرد، لیکن معنی را ندارد تو بردخت دیده و دانسته در همین بلا در همین آفت مبتلا کنست و دویی که خیلی نصیب شده بوده. این گفت برادرهای عزیز نادرسته، یا این مخصوص برای آدم های کافر رو مگه برای مسلمان نامده؟ نه برادرهای عزیز، این گفت ها نادرسته. آیا زمانه حضرت خلافت که اومد مردم شام که مردم بیدین دادن؟ که مردم هر یک صحابه های از این بیماری گذاشتن، که حتی خانمه حضرت که معاظم همجا گذاشته گیه، خود ابو عبیده ابن جراح گذاشته گیه. همین این سخنها برادر از این جایی خشن ندارد. ولی امروز آمده است ما فقط باید دعا کنیم، دعا کنیم که خدای مهربان مقصد این عذاب های این یکان از قهاری و جباری های هر چی باشه، ای لحجیشی ما های، ای خطای ما های، ای کمبود ما های، خدای ما همه این را وزیمان نگیریم.
هیچ الله مهربان ما را مقصد از همین مشکلات از همین درد مقصد نجات تفت ما این را باید بسیار الله دعا کنیم برادر عزیز و برای پیشگیریش هر توصیه که می شود نگیر که ای نگویه نه اون نگه نه این گفورا برادر عزیز برعکس به این سخنهای مردکو احترام کش مردکو و چیزی از دست مومیه باید ما بکنیم مبتلا که شدیم انا همیشم باید برادر عزیز از آن مقدرات که میگیم از آن مقدرات حساب میشون خب یک مختصران من برای آن که همین چیزا را برنامه شدیدم بسیار همین مردم از سازگیش خیلی این چیزی باشه این گفت این نصیب های فلان درست ولی تا نصیب ها باشن گفتی دیگر بیدن چی قدر میتونید احتیاط کنه بکنید چه دیر وابستگی دارد شما انجام تیم برادر عزیز میویم به سری آیت قرآن خدای مهربان بکنید تلک دار و آخرت اشاره به سوی جنت اشاره به سوی جنت بسیار پرناز و نعمت که همه برادر عزیز همین در کجا یک مؤمن مسلمانه مهنت و زحمت فقط همین ایدی همون داخلی جنت شده خداوند مقصد از همین مکان بسیار پرناز و نعمتش که از همه بالاترین دیدار الله مهربان در همونجا برای بندگانش نصیب می شود خداوند اگر همون جنت هست همون جنت هست دو نفر محروم از همون جنت هست یعنی اونها وارد جنت نمی شود اگر همین خصلت هایی که در آیت خونه بسید الله ربی میگد نفرهای داخلی جنت می شود در آیت میگد که لا یریدون علوان هیچ وقت خداشون از دیگرها برتر و بالا نمی دوند وله فسادن دویوم نفری که داخل جنت می شود نفری هست که خودش را بر معصیت بر نافرمانی الله مهربان آلوده نمی کند هر کسی برادرانی عزیز از زمره همین دو نفر باشد الله گفت که انامون علال ارائی که یعن ضروره که در قرآن نگه بالای کت ها میشینن خواهی بالای کت چیل یک راحت دارد اکه کتی او این کت های کندکاری در نیست او کت ها را الله خودش میداند او چیگونه کت باشد او چیگونه بالیش باشد برادر عزیز او چیگونه در پیش او بوسمان سرای باشد تعریف و فی وجوهیم نظرت النعیم خداوند نگه جنتی ها را در چهره هاشون همو اثرهای نعمت جنت در چهره هاشون یسقون من رحیق مختوم ختام و مسک برادر عزیز ملائکه ها بین لگن ها در دست لگن های همه از بریانت تیلا بالاش در مقصد بهترین همین ظرف ها قطی از همه تازه ترین شربت میوه بالاش مقصد پرده ای که در بالاش دارد ای مشک ختام و مسک بین بالاکش اگر در ماه ها باز یکان سلفیتکا پرتویم یا یکان چیزد او بالاش برادر عزیز با خوشبوی مختم کردگه هر بای نگه بالاش را که میگیری یک بوی خوش تمام جنت فرا میگیری اما همون جنت برادران عزیز نصیبی کسی بود است که خودش را از دیگران برتر نمی داند یا برتر نمی گیرد یا کتگی نمی گیرد و دویون خودش را در معصیت در بی اطاعتی در نافرمانی خداوند آلوده می کند